بیش از 100 روزه که از اعتراضات در ایران و سرکوب معترضان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گذره. اگرچه این اعتراضات با واکنش‌های فراوانی از سوی سیاستمداران اروپایی همراه بود، اما برخی از سیاستمداران آلمانی از جمله نوربرت رودگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان آلمان، این اقدامات اتحادیه اروپا را ناکافی دونسته و خواستار سرکوب و تحریم شدیدتر رژیم جمهوری اسلامی و بالاتر از همه سپاه پاسداران ایران شده. به گفته این نماینده حزب دموکرات مسیحی، آلمان با سیاستی که در مقابل سپاه پاسداران پیش گرفته در سمت اشتباه تاریخ ایستاده. آقای رودگن در آخرین اظهارات خود در روزهای پایانی سال 2022 با انتشار توییتی قرار نگرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو یک غفلت بزرگ از سوی وزارت خارجه فدرال و وزیر امور خارجه آنالنا بربوک دونست. آقای رودگن خطاب به خانم بربوک وزیر امور خارجه این کشور نوشت: الان باید تصمیم بگیری، یا طرفدار انقلاب آزادی هستی یا طرفدار رژیم. وی در ادامه گفت که تصمیم برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تصمیمی علیه رژیم ملاها خواهد بود، اقدامی که فکر می‌کنم دیر شده. آقای رودگن پیشتر نیز بربوک وزیر امور خارجه آلمان رو به گمراه کردن افکار عمومی و مماشات با جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته بود که با وجود اون که خانم بربوک گفته که سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده، اما هنوز نتیجه از این تصمیم دیده نشده. قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و کاهش سطح روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی از خواسته‌های معترضان و منتقدان به جمهوری اسلامی که از شروع اعتراضات سراسری در ایران به دفعات به آن پرداخته شده. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.